ولایت قندهار آمادن است تا دو سال دیگر مسئولیت امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده شود. خالد پشتون معاون اول ولایت جرگه میگوید در حالی که به اساس برخی گزارش ها قرار است ولایت قندهار نیز در دور دوم انتقال شامل باشد، تا زمانی که نیروهای افغان به صورت کامل توانمند نشده و جامعه جهانی از مداخلات پاکستان جلوگیری نکند، پروسه انتقال در این ولایت و برخی ولایت های ناامن ناکام خواهد ماند. در حالی که قرار است شماری از بخش‌های 17 ولایت کشور شامل پروسه انتقال در دور دوم شود و گزارش‌های وجود دارد که ولایت قندهار نیز در این پروسه شامل خواهد شد، نمایندگان قندهار در ولسی جرگه میگویند قندهار بزرگ به ویژه ولایت قندهار در حال حاضر آماده نیست تا پروسه انتقال در آن صورت گیرد. خالد پشتون معاون اول مجلس میگوید وضعیت امنیتی این ولایت وخیم بوده و در حال حاضر امکان سپردن مسئولیت‌های امنیتی آن به نیروهای افغان وجود ندارد. ټول په دې خبر یو چې قندهار د طالبانو مرکز و او اوس هم په تیرو لسو کالو کښې موږ وینو چې قندهار د بې امنۍ په ګراب کې د ټولو نه اوچت سرحد کې واقع دی. پله د قندهار امنیتي ارګانونه که احیانا د دې دعوه کوي او یا د دې ادعا کوي و جمهور رئیس ته او یا بینالمللي جامعې ته د دې غوښتنه کوي او یا یې کړې وي چې موږ په قندهار کښې امنیت بهتره کولی سو، ساتلی سو، فکر کوم دا به یو غټه تېروتنه وي. آقای پشتون همچنان میگوید تا زمانی که جلو مداخلات پاکستان در امور داخلی کشور گرفته نشده و نیروهای افغان تجهیز نظامی نشوند، کنترل شماری از ولایتهای ناامن به ویژه قندهار باید در اختیار نیروهای ناتو باشد. در غیر آن این پروسه موفق نخواهد بود. در حقوق پورې چې بلنی جامعه په دې ونتوانېږي چې زموږ همسایه ملکونه په خاص ډول پاکستان په دې قانع نه کړي چې هغوی د افغانستان په داخلي چارو کښې د دغه نوه مداخلو څخه لاس وانخلي او څنګ ته یې په داخل کې زموږ امنیتي ارګانونه په دې ونتوانېږي چې په پوره ډول د دوی تمویل، تجهیز، تربیه تکمیله نسی. موږ وایو چې راینده یو کال یا حداقل او زیاتر دو کالو پورې د قندهار امنیتي وضع د بینالمللي جامعې په کنټرول کې ورسره څنګ ته د امنیتي ارګانونه ورسره موجود وي ادامه ولري. در همین حال کمیسیون دفاعی مجلس در مورد این گفته‌های آقای پشتون میگوید در صورت که ولایت‌های ناامن در مرحله اخیر شامل پروسه انتقال شود، این ولایت‌ها فرصتی برای ظرفیت سازی نخواهند داشت. اگر قندهار در سال 2014 پروسه انتقال امنیت شروع میشه، باز ما چقدر وقت داریم که ظرفیت خود در او وقت به نمایش بگذاریم که ما او را با امن نگاه کرده میتونیم بعد از 2014. این در حالی است که قرار است رئیس جمهور کرزی فردا در کنفرانس استانبول دور دوم انتقال مسئولیت های امنیتی را رسما اعلام نماید.